نتایجی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. متاسفانه توی این هفته اونقدر خبرهای بد شنیدیم که واقعا یه مقدار از انرژی ما هم کاسته شده. من کلا آدم فوتبالی هیچ وقت نبودم، ولی برای از دست دادن این دو تن واقعا ناراحت شدم. امیدوارم که تسلیت ما رو پذیرا باشن خانواده‌هاشون. خدا به خانواده‌هاشون صبر بده که بتونن این مصیبت رو تحمل بکنن. از شما دوستان میخوام که بیشتر مراقب خودتون باشید، حداقل خودتون به فکر خودتون باشید. اگر که اشخاص دیگه به فکر شما نیستن، حداقل خودتون به فکر خودتون باشین و مراقب خودتون باشید. امروز سوالات ما در رابطه با روش مهاجرتی از طریق استان آنتاریو هستش. خواهشان سوالاتتون در فیلد همین باشه، یعنی در رابطه با همین باشه، سوالات غیر رو نپرسید. اجازه بدیم تو لایف های بعدی ما اگر سوالات دیگه ای دارید در لایف های بعدی ما در خدمتتون هستیم. روز چهارشنبه ما صحبت کردیم در مورد پروگرام OINP که مخفف در حقیقت Ontario Immigrant Nominee Program هست. یعنی یه صحبت کوچیکی رو روز چهارشنبه من داشتم، گفتم در کانادا سیستم مهاجرتی، ویزا، صدور ویزا در صلاحیت دولت فدرال هست، خب؟ ولی که دولت فدرال تحت شرایط خاصی به دولت استانی اجازه داده که مهاجرهای خودش رو انتخاب کنه. این ماجرا در کبک تحت عنوان سلکشن سرتیفیکیت میاد، توی استانهای دیگه در قالب نامینیشن سرتیفیکیت میاد علاوه قانونی. بنابراین زمانی که شما پرونده رو تشکیل میدید در استان، تا زمان این پرونده به سطح ما، پروندهمون مثلا تشکیل شده، حتی اینترویو شدیم، حتی مثلا اپرووال اولیه گرفتیم، هزار داستانهای دیگه که من حالا اونم بهتون توضیح میدم، تا زمانی که پرونده به اداره مهاجرت کانادا ارسال نشه، شما پروندهتون پرونده ویزایی در کار نیست. در نتیجه چیز خاصی اتفاق افتاده ولی هنوز فاینالایز نشده، متوجه شدیم؟ بنابراین چون خیلی از دوستان همیشه فکر میکنن که اگر مثلا پرونده‌ای داشته باشن در استان X، حالا الان میخوان برن دنبال مثلا پروگرام‌های استارتاپ یا پروگرام ICT یا هر پروگرام دیگه ای، اینا با هم تعارض نداشته باشه. نکته مهمی که وجود داره اینه که همین توضیحش اینه که شما هنوز اگر فایلتون به اداره مهاجرت نرسیده، اداره مهاجرت فدرال، اداره مهاجرت فدرال یعنی همون کانادا در واقع ایمیگریشن سیتیزنشیپ، همون در واقع IRCC سازمان اصلی، اگه به اونجا نرسیده، فایل نامبری در کار نیست، بنابراین پرونده شما هنوز شکل قطعی نگرفته، تو مرحله پروسس هست توسط اداره مهاجرت استانی. اداره مهاجرت استانی هم به شما در واقع چیزی که صادر میکنه نامینیشن، یعنی شما رو نامزد میکنه، منتخب میکنه که تازه برید اونجا اپلای کنید برای گرفتن پرمیت یا PR. این خواستم این خلاصه رو بهتون اولش بگم. جلسه چهارشنبه صحبتش مطرح کردیم، گفتیم در این مورد چی هست. عرضم به حضور شما از لحاظ کلی پروگرام های استانی روندشون این شکلی هستش که معمولاً متقاضی میره وارد سیستم در واقع اداره مهاجرت استان به صورت آنلاین، معمولا یه فرمی رو پر میکنه که بهش میگن Expression of Interest EOI. اون فرم وقتی پر میشه، شما یه سری چیزها رو ادعا میکنی، بعد بر اساس ادعاهایی که شما کردی امتیازاتتون محاسبه میشه
اگر عدد امتیازیتون به یه عددی خاصی بله. رسید که اون استان علاقمند بود، معمولا به شما دعوتنامه میده که حالا اپلای کن. وقتی که داری اپلای میکنی، اسناد و مدارکی رو میفرستی برای استان که استان تازه وارد بررسی واقعی میشه. یعنی اول ادعا کردی، این دفعه واقعا سند و مدرک ارائه میدی. وقتی که سند و مدرک تو رو ارائه دادی به استان، استان بررسی میکنه، اگر اوکی شد به شما معمولا یه مصاحبه ای میخوره که بعد تو مصاحبه شرکت کنی و عرضم به حضور شما یه قراردادی با شما امضا میشه که اون قرارداد در حقیقت تعهدات شماست به استان. مثلا استان شما گفته بودید این کار میکنم اون کار میکنم و غیره، اینا همش اونجاست. این چیزی که دارم میگم بیشتر تو قالب مهاجرت استانی بیشتر این مقوله رو دارن، بحث قرارداد رو، تعهدات به استان و این مسائل. در بحث تخصصی مطلب به این شکل نیست معمولا. تو روش های تخصصی این چیزی که حالا در مورد بحث استان آنتاریو ما مطرح کردیم، یه تعداد پروگرام مشخصی بودن. ما مشخص کردیم که 5 تا پروگرام تو آنتاریو الان هستن که اینها بازن، 4 تاشون تخصصی هن، یکیشون تجاریه و در کنار اون 4 تا پروگرام دیگه هم هستن که تخصصی هستن ولی در حال حاضر فایل قبول نمی کنه استاد. متوجه شدید؟ بله. اون توضیح دادم، اگه بری لایو روز چهارشنبه رو نگاه کنید حتما هست توضیحاتش اونجا. دلیل اصلی که ما این پروگرام های استانی رو داریم صحبت رو میکنیم، قبلا ساسکچوان رو حرف زدم، امروز آنتاریو رو و بعدها هم همینجور ادامه میدیم، داستان این هستش که شما در پروگرام های استانی خیلی هاشون به خصوص تو روش های تخصصی نیاز به این داری که توی استان اومده باشی و ویزای کاری داشته باشی. قبل از اینکه اپلای کنی برای پی آر از طریق اون استان. متوجه شدی؟ در چه چیزی که هست، ما صحبتمون اینه که شما حالا ما کمکتون میکنیم شما ویزای کار بگیرید. خب وقتی شما ویزای کار گرفتید، همیشه سوال اینه که من ویزای کار رو گرفتم، حالا چجوری پی آر بگیرم؟ وقتی که بحث پیش میاد، یکی از راه حلاش نامینیشن های استانی هست. در نتیجه فرد میاد توی استان با کار و تحت شرایط خاصی که حالا صحبتش خواهیم کرد، حالا به روز چهارشنبه صحبت کردم ولی باز مرور میکنم کوچیک، تحت شرایط خاص میتونه نامینیشن بگیری که توی اکسپرس انتری به طور مثال 600 امتیاز به خاطر پی ام پی در واقع بگیره و بر اساس اون پی آرش رو بگیره. متوجه شدین؟ تو این کاتگوری هایی که ما صحبتشو کردیم، بنابراین تارگت اصلی ما اینه که میگه ما نصف راه شما رو رها نمی کنیم. شما اگر من برای شما تو فاصله زمانی زیر 6 ماه اگر مدارکتون همه چیتون اوکی باشه و ما هم کاملا خیالمون راحت باشه که فایل اپروف میشه، معمولا تو کمتر از 6 ماه ما پرونده ویزای کار شما رو به نتیجه میرسونیم از روز امضای قرارداد. حالا بحثی که مطرح هست، دوستان همیشه نگران این هستن بعد از اون چه اتفاقی میخواد بیفته، چی جوری پی آر میخوایم بشه، که ما در واقع این راه ها رو صحبت میکنیم، توضیح میدیم که شما از اون بابت تو بعد دوم در واقع استپ دو هم شما ریسک نکنید، ریسکی نمی کنید، مشکلی براتون به وجود نمیاد. با این تفاوت که آقای دکتر، من تو پرانتز میتونم یه سوال بپرسم؟ این چیزی که شما مطرح کردین، خواهش میکنم. یکی از دوستان به نام آقای سعید پرسیدن که شما فرموده بودین که باید سفر بشه، شما چجوری باید این سفر رو ثابت بکنید؟ یعنی چه مدارکی هم باید دال بر اثبات این سفر باید ارائه بدیم، حالا به غیر از بلیتمون و حالا مثلا اینایی که داریم؟ اونا مال ساسکچوان بوده صحبت لابد. ببین تو روش های تجاری شما بر اساس امتیازگیری که داری صحبت شو میکنید،
یکی از معیارهایی که شما واجد شرایط میشید برای روش کارآفرینی یا تجاری سرمایه گذاری استان اینی که استان دیده باشید. استان دیدن به این معنی است فقط استان رو برید ببینید. معمولاً هر استانی پروگرام‌های استانی خودشون یک سری کنفرانس برگزار میکنن معمولاً که شما میایید وکیلت رجسترت میکنه توی اون کنفرانس بری شرکت کنی. سمینار مانند هست، این سمینار در مورد معرفی استان و اپورتونیتی ها و غیره است. به غیر از این معمولا شما هتل بلیت هتلتو ضمیمه میکنی، بلیت هواپیماتو ضمیمه میکنی، گزارش سفرتو ضمیمه میکنی، اکنون میکنی. اینا همش میشه اون قسمتی که شما قبلا این استان رو دیدی و معمولا بیزینس کانسپت این موضوع رو بهش اشاره میکنی. یعنی شما تو بیزینس کانسپتی که روز اول روش بیزینسی میخوای تقاضای در واقع فایل اولی توش توضیح میدی که من اومدم دیدم، اینم مدارکم این شکلی. در نتیجه اینجوری نیست که ادعا بکنی من اومدم، مدارک و دلایل هست. بعد یکی از چیزایی که هست، اداره مهاجرت استان همیشه یه اتفاقی که براش میفته اینه که شما وقتی فایل میکنی توی فرم ها رضایت بدی که بنگاه های تفحصی خودشون بیان و خدمت ها از شود تحقیقات کنن در مورد شما. در نتیجه اینا حتی شما رفته باشی تو اینجا یه پمپ بنزین هم رفته باشی، بنزین زده باشی، شما رو کردیت کارت داده باشی، رکوردشو میگیره. بنابراین نیست که صرفا ما یه فایلی داشتیم، مثلا یه آقایی بود هندی بود، اپلای کرده بود برای پروگرام منیتوبا، رفیوز شده بود برای اینکه ثابت کرده بودن که شما تمام وقت تو بریتیش کلمبیا بودی، تو اصلا منیتوبا نرفتی. متوجه هستی از چه طریقی؟ از طریق مثلا هتلش. نکته ای که داشتم توضیح میدادم، بله اینا میرن تحقیقات میکنن، بررسی میکنن و اینجوری نیستش که فقط صرف ادعای شما باشه که همه چی اوکی هست، من اومدم دیدم استان و اینها، و معمولا مدارک و پروفش رو ارائه میدن. در صورت اون ما رو پروگرام کارآفرینی بوده که در مورد استان ساسکاچوان ما صحبت کردیم. چیزی که در حقیقت امروز میخوام به صورت خیلی خلاصه مرور بکنم، پروگرام استانی آنتاریو هست. برای روش‌های تخصصیش صحبت شده، ولی حالا آنترپرنور یا کارآفرینیش یه ذره مونده، میتونم در مورد اون صحبت کنم. باز تاکید میکنم چیزی که وجود داره اینه که ما میخواییم به شما ثابت بشه شما وقتی با ویزای کار وارد کانادا میشی، اپورتونیتی ها و شانس هایی که بتونی بر اساس اون تقاضای پی آر بکنی چی هست. چون خیلی از دوستانی که مثلا روش های در حال حاضر ناگفته نمانه، تو خارج از روش اکسپرس انتری که مستقیم حالا کلاینتی وجود داشته باشه واقعا تحت شرایط خاص بتونه پی آر بگیره مستقیم، یا استارتاپی که باز پی آر مستقیم داره، یه چند تا پروگرام تک و توک هستش که اینا پروگرام های پی آر مستقیم هستن. ولی این پی آر مستقیم ها هم طولانی هستن به غیر از اکسپرس انتری. به نسبت مثلا یه سال و نیم دو سال پروسه رسیدگیشون از لحظه ای که کار شروع میکنه. حالا نکته ای که هست، ما تشویق میکنیم که دوستان با ویزای کار وارد کانادا بشن و اپورتونیتی زیادی به دست میارن. راه های مختلفی جلو راهشون هستش که بیان اینا بشن در واقع تقاضای پی آر بکنن. حتی من قبلا صحبت کردم، شما با ویزای کار وارد کانادا شدی، اینجا اومدی، تقاضای اقامت دائم نمیتونی بکنی، اصلا مثلا نمیتونی واجد شرایط حتی نامینیشن استانی هم نیستی. در این صورت حتی باز پروگرام هایی هست که استثناءاتی هست برای شما پروندهتون رسیدگی بشه تو کاتگوری های HNC، تو کاتگوری های TRP. روش های مختلفی هستش که به شما اجازه میده تو کانادا بمونی تا روزی که الیجیبل شی و برای PR اپلای کنی.
بنابراین من همیشه به دوستان میگم شما وقتی ویزای کار رو گرفتی اومدی توی کانادا، عملا یه جوری که انگار اون چنگک تو لنگر رو انداختی اینجا. به این سادگی کسی نمیتونه جدات کن از این خاک کانادا. و در مقایسه خب هم سریعه، هم همین که خیال راحت تره، سریع اتفاق میفته پروسه، و روش هایی هم که ما صحبت میکنیم روش های عملا روش های خوبی هست، به دلیل اینکه عملا شما از طریق تجاری و مالکیت بیزینس یا ثبت شعبه وارد کانادا میشی، ولی وقتی برای پی آر میخوای اپلای بکنی میری سراغ پروسه های تخصصی. در نتیجه موفقیت یا عدم موفقیت بیزینسی که تو کانادا شما براش اومدی هیچ تأثیری رو پرونده پی آر شما نمیذاره. متوجه شدین؟ بنابراین این موضوع خیلی مهمیه. یعنی شما معمولا تو روش های تجاری استانی وقتی وارد میشی، اتفاقی که میفته اینه که استان از شما تعهداتی رو میخواد. اگه نتونی برآورده بکنی، مشکل این میشه که شما اصلا نمیتونی بعدش حتی ویزای کارت تمدید کنی، چون ویزای کارم یه سال و نیم دو ساله صادر میشه برای شما. و چیزی که هست، ما تو صحبتهایی که ما داریم، ما میایم یه ویزای کار میگیریم بر اساس بیزنس پلان، نه اینکه مثلا بیای بری اینجا دونم مغازه بخری، بیزنس بخری، آیا حالا سرت کلا بذارن نذارن، چقدر پول ازت بگیرن. خیلی افراد من میشناسم تو بیزنس، کسایی که تو خار خرید و فروش بیزنس هستن توی تو ونکوور، توی آنتاریو، توی تورنتو، استانهای دیگه، اینا میان پولای آنچنانی میگیرن، بیزنس ببخشید آشغالی رو خورد ملت میدن و آخرش هم میگن نشدم که من مقصر نبودم، دپازیت اولیه رو به این سادگی بهشون پس نمیدن. چیزی که ما صحبتش رو میکنیم ایجاد بیزنسه، یعنی بیزنس به نام خود طرف هست. بعد نکته مثبتش اینه که بیزنس پلن فقط، یعنی شما چیزی خرج نمیکنی غیر از هزینه وکیل. در نتیجه بعداً اگر دوست داشتی خرج میکنی، بیزنس رو ادامه میدی به نفع خودته. اگر نخواستی باز کاری تأثیر منفی رو پرونده پی آرت نمیذاره. فقط تنها چیزی که هست اینه که تو پرونده پی آر شما ملاک اینه که شما ویزای کارتی که گرفتی شروط ویزای کارت رو رعایت کنی. و اون چیه؟ به طور مثال مدیر بیزنسی هستی، حقوق ماهیانت رو بگیری از بیزنس خودت. مثالاش این شکلیه، یعنی اصلا چیز پیچیده ای نیست، به هیچ عنوان پیچیده نیست. در نتیجه چیزی که من بهتون میگم، شما ویزای کارتون حل شده است. ما ثابت کردیم که این ویزای کار رو میگیریم، چندین سال دارم این کار رو انجام میدم و موفقیت رو پرونده هامون بوده و ثابت شده است که این کار شدنی هست در بابت ویزای کار. از اون طرف رو بحث پی آر، قانون مشخصی هست، موارد اجرا شده داریم، مواردی هم هستن که حالا در شروع اجرا هستن. و مهم اینه که قانون مهاجرت رو بدونی و شرایطش رو در واقع سعی کنی رعایت کنی. همین، یعنی یه سری دوستان با ما جلسه میذارن میگن به نظر شما احتمال این که من ویزا بگیرم چقدر ویزای کار بگیرم؟ ما اصلا بر اساس احتمال کار نمی کنیم. متوجه هستید؟ دقیقا. پرونده مهاجرتی ما دفتر وقتی یه وکیل حالا وکیل مهاجرتی میشه یا هر چیز دیگه، وقتی اسم کلمه وکیل پیش میاد یعنی مسئله قانونه. وقتی قانون هست یه سری باید هاست، اون باید ها اگر رعایت بشه افسر نمیتونه بگه نه. اگر بگه نه، یه آقا بالا سر اینجا هست که قاضی دادگاه فدراله، اون قاضی میاد و اذیتشون میکنه، یعنی میاد دوباره پرونده رسیدگی میکنه. و ما همیشه حالا جدیدن داریم چند تا فایل، حتی استیودنت چند تا دونه داشتم، استیودنت هایی که جالب بود برای من، عجیبه. حالا من نمیخوام بر اساس جنسیت زن و مرد بودن بگم دولت کانادا داره همچین تبعیض قائل میشه، ولی داره میشه. و
و ویزای تحصیلی خانوما رو همه رو اپروو میکنه، آقایون رو همه رو رد میکنه. این هم برنده این هم حالا کاری که هست ما اون رو برداشتیم بردیم دادگاه فدرال مال یکی از آقایون که رد شده و قاضی فدرال امروز ثبت کردیم، فرداش نوتیس اومد که بله ما داریم پرونده رو پروسس میکنیم برسونیم به استیجی که اجازه بدیم این تجدید نظرهای اتفاق بیفته. اگر اینو ما ثابت بکنیم اون افسر بلا نسبت احمقی که نشسته این پرونده ها رو رد میکنه به این نتیجه میرسه که ما کوتاه‌بیان نیستیم و وقتی ما کوتاه نمیایم هزینه شده کی میفته؟ موکل من که هزینه خودشو از اول داده، خب که هزینه ای داده، حالا یا باشته ای کردیم یا باشته ای نکردیم، به هر حال صحبتی که هستش که با هم انجامش بدیم. دولت هزینه دولتی پرونده ها توی کانادا مثل ایران نیست، بهای خواسته الست انقدر بده. تو امارات هم همینجوری بود، برای من 30-40 هزار درهم باید میداد فقط بابت رسیدگی پرونده. توی کانادا پرونده ای که میره دادگاه فدرال 50 دلار هزینه دادخواستشه، 50 دلار. از پول دولت و غیره رو کی میده؟ پول قاضی رو کی میده؟ خود دولت میده. بنابراین خرجیه که میفته گردن دولت و ما اینو توی لایه هامون هم مینویسیم، میگیم برای چی داری رد میکنی اینو؟ من میرم اونجا برمیگردم دوباره میزم سره، در نتیجه این کارو نکن. حالا به هر حال این داستان رویه درست میکنه، رویه قضایی درست میکنه. وقتی رویه قضایی درست کرد، ما توی اینجا سیستم رویه قضایی کانادا یه سری رفرنس هست به نام کنلی و کویکلا، یه سری جا هستش که رویه های قضایی رو میتونی پیدا کنیم. اون وقت دوتا پرونده ما اینجوری اونجا داشته باشیم استناد بهش بکنیم، دیگه افسر جرأت نمیکنه اینا رو رد بکنه. تو بعد تو ویزای تحصیلی، منتها ویزای تحصیلی رو من میگم به خاطر اینکه واقعا برای من انرژی بره، از داد مالی اصلا هیچ صرفه ای برای من نداره، من تصمیم گرفتم پرونده ویزای تحصیلی انجام ندم مگر اینکه کلاینت با شروط من موافقت کنه لازم مالی. همین در مورد ویزای کاری که داریم صحبت میکنیم، ویزای کار تجاری که داریم صحبتش رو میکنیم، عرضم به حضور شما این ویزای کار نه زبان میخواد، نه ملاک سن داره، نه عرضم به حضور شما 100% لازم هست که شما صاحب شرکت و بیزینسی در ایران باشی، حتی مدیر باشی، مسئول یک قسمتی باشی، اینا هر تا در این حد هم کافیه. فقط تنها نکته ای که هست اینه که شما با این ویزای کار وارد کانادا که شدی، حالا استپ بعدت چیه؟ چجوری پیار شی؟ این ویزای کار رو اگر ما بخوایم بعداً رو سلف ایمپلوید خود اشتغالی تقاضای پیار کنیم، پرونده خود اشتغالیمون خیلی قویه. اگر بریم رو استارتاپ تقاضای پیار کنیم، پرونده استارتاپمون باز قویه. اگر بریم رو اکسپرس انتری باز دوباره قویه. چرا؟ برای اینکه فرد توی کاناداست با ویزای کار و اینجاست، امتیازگیری‌هاش همه چیش مثبته. رسیدگی یه بار شده دیگه، چی داستان این نیستش که این برن رو بک‌گراند چک آنچنانی. در نتیجه چیزی که هست، ما فرد رو وقتی قرارداد باش می‌بندیم میگیم این ویزای کار از روش تجاری LMA exempted هم هستن، یعنی حتی من نیاز نیست از سرویس کانادا برم اجازه بگیرم که میخوام این آدم استخدام کنیم برای شرکت خودش، و این باعث میشه پروسه رسیدگی خیلی سریع بشه. اگر شما گواهی عدم سوی پیشینه داشته باشی، تو خاک کانادا نباشی موقعی که من اپلای میکنم، من حتی اختیار اینو دارم از یه سیستمی استفاده کنم که تصویر رسیدگی 2 هفته‌ای بدن به پرونده. من این کار بارها کردم که اینا پروسس سریع‌تر پرونده است. وقتی این اتفاق افتاد، فرد ویزای کار میگیره میاد تو کانادا. حالا ما مثل این قضیه پتومت نیست داستان. روزی که شما پرونده رو گرفتیم، ما گرفتیم، ما پیشبینی میکنیم کلاینت از لحظه ورود حالا چجوری باید پیار شه. در اون حالت بررسی همون انجام میدیم، از روز اول مشخص میکنیم آقای ایکس شما که ویزای کار گرفتی بعد 12 ماه پا میشی میری تو اکسپرس انتری، خانم ایگرگ اگر شما گرفتی از بعد به ورودت با ویزای کارت میفرستمت رو پروگرام نامینیشن استانی.
آقای فلانی اگر شما گرفتی از بعد به ورودت برمیگردم میبرمت تو استارتاپ، به خاطر اینکه شما تو استارتاپ بیزینس میتونی بیزینس موفقی داشته باشی. استارتاپی که ایرانی ها دارن کار میکنن که سر دولت و اداره مهاجرت و کلا میذارن، نه ایرانی ها، هندی ها بدترن یا چینی ها بدترن. ما اون استارتاپ رو حرف نمیزنیم. استارتاپ حرفمون اینه که طرف باشه بیاد بیزینسش رو ران کنه، موفق شه، اون بیزینس ارزش داشته باشه. روز اول ارزش اون بیزینس میتونه 1,000,000 دلار باشه و شما به اندازه 250,000-300,000 دلار فقط ارزش سهم شما میشه اون وقت. ولی این در چه حالتی اتفاق میفته؟ در حالتی که شما پاشی بیای با دو سه تا دیگه از دوستان کلاینت هایی که ما آوردیمشون، همه تون شرکتی هستید، همه تون کارفرما هستید، همه تون اینجا شرکت دارید، من اینا رو میام همه تون رو میذارم کنار هم کنم بهتون جوین ونچر. خب با هم یکی میشین بر اساس کانادا. این قانون در ایران و کانادا یکی هست. جوین ونچر یعنی چند تا کمپانی کنار هم قرار میگیرن برای موضوع پروژه مشخصی، و اون پروژه مشخص شما پروژه استارتاپه. در اون حالت شما تو کانادا هستی، رو پروژت میتونی کار کنی، میتونی رایزنی کنی، میتونی کارهای مختلف کنی که این پروژه باعث بشه که شما در آینده منبع درآمد برات درست شه. واقعا متوجه هستی؟ بنابراین باز داستان ویزای کاری که صحبت شه میکنیم چقدر کلیدیه. کاری هم که من انجام میدم، فکر کنم همه دوستان توی دفتر موافق باشن، تو دفتر با من کار کردن، من از هر چیزی مهمتر پلنر خوبی هستم. یعنی پلن میکنم که کلاینت رو چجوری موفق کنم تو پرونده. کلاینت ایرانی خیلی موقع ها وقتی میاد هیچی نداره، اصلا نمیدونه کجا هست. شاید شرایطش هم داشته باشه ولی نمیدونه چی. مثلا ما دیروز یه جلسه داشته با یه دوستی، ایشون ساکن ایتالیاست، مقیم ایتالیاست، شرکت داره در ایران، بیمش تو ایران پخش میره. ظاهر قضیه ایشون واجد شرایط پروگرام آی سی تی هست، ولی باطن قضیه این نیست. یعنی افسر، من خودم میذارم با افسر میشینم جاش، میگم نگاه میکنم اینا این پرونده مشکلش چیه. مشکل اگه تو مقیم ایتالیا هستی، تو پاسپورتت نوشته صادر از روم، چجوری ممکنه که کارمند شرکت ایرانی هم باشی همزمان؟ بنابراین داری دروغ میگی. بازدید اداره مهاجرت، درسته لیست بیمت اونجا داره رد میشه، ولی شما جای دیگه هستی، توی کشور دیگه هستی. در نتیجه ما این باش صحبت کردیم و اینها، به این نتیجه رسیدیم که یه بیزینس مثلا ما بستنی و کیک پزی ایتالیایی بیاریم اینجا براش، با توجه به بک‌گراند و مدرک تحصیلی که داره. متوجه هستین؟ یعنی اصلا موکل با یه فیلد دیگه، یه داستان دیگه وارد میشه، با یه سیستم دیگه. چرا؟ این همش پلن کردنه. اگه پلن درست باشه موفق میشی، اگه پلن تکلیفش معلوم نباشه ناموفق میمونی. در هر صورت این کلید داستان دوستان ویزای کار هست. ویزای کار، نه اوپن ورک پرمیت، ویزای کاری که شما توش صاحب یا مدیر بیزینس هستی. به چه دلیل میگم اوپن ورک پرمیت نباشه؟ چون با اوپن ورک پرمیت شما نمیتونی تو اکسپرس انتری بعدن ادعا بکنی من 50 یا 200 امتیاز میخوام به خاطر شغلم. خیلی موقع افراد اینجا مثلا صحبت شده، طرف اومده گفته آره من شرایط من اینه، پس من چرا امتیاز بگیرم؟ مثلا طرف افتر گریجویشن ورک پرمیت گرفته. خب اون ورک پرمیت اوپن ورک پرمیته، شما تو ورک پرمیت شغلت مشخص نشده. اگه بیای پیش من کاری که میکنم اینه که یه شرکت برات ثبت میکنم، اول اوپن ورک پرمیت تو تبدیل میکنم به ورک پرمیتی که توش ویزای کار هست، توش اسم صاحب کارت هست، اسم بیزینست هست و سمت توشه، دیگه اوپن نیست. در اون صورت شما تو اکسپرس انتری میری میگی ببین من روی کد شغلی مثلا 0014
این ورک پرمیت رو دارم، پس امتیاز شو به من بدین 20 امتیاز رو. همش پلنه. هر کاری که شما تو بحث هستن، حقوق یعنی همین، یعنی قانون یعنی همین. شروط قانون رو بدون، مشخصات پرونده خودت رو بدون، سعی کن شرایط قانون رو رعایت بکنی، بعد موفق میشی. پس بس داستان احتمال و فرضیه و انشالله ماشالله نیست اصلا. من روزی که پرونده ها رو داشتم انجام میدادم، خب یه سری پرسنل بودن، تازه کار بودن، تازه داشتن با من کار میکردن تو دفتر تهران، تو دفتر تورنتو. اینا اصلا باورشون نمیشد که این کار شدنیه. من انجام داده بودم، برای من مشخص بود که شدنیه، خیالم راحت بود، ولی برای دوستان اصلا همچی چیزی نبود. وقتی اینا دیدن اینجوری داره همینجور ویزا تا پشت سر هم صادر میشه، تازه مثلا یه ذره به ما اعتقاد بیشتری پیدا کردن، گفتن ای طرف راست میگفت. الان روش آی استارتاپی که من دارم کار میکنم، اگر اجرا بشه توسط دوستان برای موکلین، یکی از قوی ترین روش های مهاجرتی کانادا میتونه باشه. برای اینکه طرف صاحب بیزینس میشه که بیزینس سرمایه داره، ارزش داره و اقامت دائم میگیره، قبلش هم ویزای کار گرفته تو کاناداست با خانوادش، فول پکیج، هر چیزی که لازم داره رو اون فرد داره. یه موضوعی هم یه جلسه ای رو خانم منظمت بکشیم، هماهنگ بکنیم برای پکیجی که ما دوستان رو دعوت بکنیم به خرید آپارتمان یا خونه. خیلی سوال داریم در کانادا و من براشون اقامت کاری میگیرم، همین ویزای کاری که گفتم براتون میگیرم از همون طریق. و یه جلسه میتونیم بذاریم، جلسه آینده رو میتونیم موضوعشو بذاریم روی این بحث که در موردش صحبت بکنیم. چون من خیلی خیلی سوال راجع به این داشتم، خیلی از کیسامون دوست داشتن که، خیلی از کلاینت دوست داشتن که بدونن شرایطش کاملا استاندارد هست. ما یه کاری که میکنیم، من به دلیل اینکه تو دبی کار کردم، وکیل بودم، با فروش پروژه های آفلاین کاملا آشنایی دارم، راه و روشش، تبدیل اقامتیش، همون سیستم رو من میخوام تو کانادا اجرا بکنم و برنامه ریزی مشخصی وجود داره و این کار رو کردم برای دوتا از دوستان و نتیجه مثبت گرفتم و الان هم دنبالش هستم که این کار رو انجام بدم. بیلبورد ما تو شهر تورنتو قراره بره روه، توی یه شهر دوتا بیلبورد توی این ماجرا داریم میذاریم، سوپر بیلبورد، بیلبورد خیلی بزرگ هست، یه خونه هست تو خیابون بذاریم. من این بیلبورد ها رو برای چی میذارم اصلا، یا این لایو ها رو؟ به خاطر اینکه بگم ما این کار رو قانونی داریم انجام میدیم، قایم نمی کنیم، میذاریم اونجا. کسی مشکل داره میخواد بگه که این غیر قانونیه یا شدنی نیست، شماره تلفن، مشخصات، شماره لایسنس، همه چیه من اونجاست، اون وقت با من صحبت بکنه ببینید چی هست. ارزم به حضور داخل کانادا امکانش هست؟ بله بله، ولی میگم پلنه، به این شکل نیست امروز بری یه خونه بخری بگی از داری ویزای کار میگیرم باش، نه. این شکلی نیست، پلن مشخصی داره. یعنی شما زمانی که موکل ما شدید، ما بر اساسش یه پلن مشخصی میچینیم، با هم صحبت میکنیم، بر اساس اون پلن شما ویزای کارت رو میگیریم و بعد انشالله بقیه مسائل رو. عرضم به حضور شما، من همه چی بحث کردم به غیر از OIMP. ببینید تو بحث OIMP چیزی که وجود داره اینه که تارگت ما پروگرامیه که شما پاشی بیای کانادا، ویزای کار رو گرفتی، بعد حالا چجوری PR شی. تو این تارگت یه سری پروگرام استانی وجود داره در آنتاریو، کسایی هستن که ویزای تحصیلی گرفتن تو آنتاریو درس خوندن، امروز اوپن ورک پرمیت دارن. این افراد از دو تا راه میتونن تبدیل کنن خودشونو به PR. یکیش از طریق پروگرام خود اون گریجویشنیه که در واقع پروگرام نامینیشن استانی آنتاریو گذاشته، گفته شما فارغ التحصیل شدی، جاب آفر داری، با اوپن ورک پرمیت باشه بیا اینجا تقاضای نامینیشن کن و از طریق اکسپرس انتری به نتیجه برس.
که این موضوع شامل سه دسته فارغ التحصیلای در واقع سه دسته فارغ التحصیل میشه، کسایی که مدرک دکترا گرفتن، اینایی که دکترا گرفتن حتی جاب آفر هم نمیخوان، طرف اومده دکتراشو گرفته حالا تقاضای نامینیشن میکنه تو زمانی که در حقیقت فارغ التحصیل شده رو ورک پرمیت هست، اوپن ورک پرمیت هست. کسایی هستند که فوق لیسانس گرفتن از آنتاریو، اینا هم همینطور، اینا هم میتونن تقاضای پی آر نامینیشن کنن برای پی آر از طریق استان آنتاریو و جاب آفر باز اینا نمیخوان. متوجه هستید؟ منتها در حال حاضر پروگرام فوق لیسانس ها پرونده قبول نمیکنه. متوجه شدید؟ ولی این یه چیز موقته، همیشگی نیست. به خاطر همین گفتم اگه میخوای فوق لیسانس یا دکترا بخونی، چون دکترا خوندن توی کانادا، پی اچ دی خوندن کار سختیه، ریفرال میخواد، رفرنس میخواد، پروپوزال خوب میخواد، ریسرچ پروپوزال، همه این چیزا میخواد، من همیشه توصیه میکنم بیای 9 ماه 10 ماه مستر رو دوباره بخون و بعد بیا برو ادامه بده. با همون مستر که گریجوییت شدی هم میتونی تقاضای پی آر کنی تحت شرایط خاصی. حالا یکیش این استانی است که حالا الان بسته است ولی همیشه بسته نبوده، بازم میشه. یه دسته دیگه هم افراد هستن که تحصیلات لیسانس یا پایین تر از لیسانس هستن که رو ورک پرمیتن. برای اینا میگن شما باید جاب آفر داشته باشی از یک امپلویر آنتاریویی، که این پروگرام در حال حاضر بسته است، فعلا پرونده قبول نمیکنه. پس چیزی که وجود داره اینه که شما در واقع سه تا پروگرام هست که اینا فارغ التحصیلای کانادا، فارغ التحصیلای آنتاریو هستن توی پروگرام OINP. غیر از این یه سری پروگرام هست شما با ورک پرمیت اومدی توی کانادا، حالا شما جاب آفر تونستی بگیری از یک کارفرمای دیگه. ببینید شما وقتی توی کانادا هستی با ورک پرمیت، جاب آفر گرفتن کار سختی نیست. این جاب آفرها هیچ کدومشون LMIA نمیخوان. متوجه هستین؟ این فرق داره با جاب آفر ایالت عادیه که تو اکسپرس انتری هست. بنابراین امپلویرها راحت به شما این جاب آفر رو میدن. بنابراین اینا گروه ها شیا هستن. یکیش همین بحث فارن ورکر هاست، یعنی کسایی که با ورک پرمیت توی کانادا هستند و خارجی هستن و اینا حالا میخوان جاب آفر گرفتن و حالا میتونن تقاضای پی آر کنن. یکی دیگهش بحث این دمند هستش، اسکیل این دمند هست که تخصص رشته‌های تحصیلی خاصی هستش که در حال حاضر این تو این کاتگوری بیشتر رو بحث های تک بود، ولی در حال حاضر این پروگرام الان نیرو نمیگیره، در واقع باز نیست. چیز مهمی که تو این سیستم وجود داره، من یه بحثی رو مطرح کردم، بحث اسکیل ترید بود. اسکیل ترید به ایرانی ها اصلا هیچ وقت بهش توجه نشده تو سیستم های مهاجرتی. اسکیل ترید مال کسایی هستش که تو رشته های تخصصی خاصی هستن که کد های شغلی خاصی رو دارن. من روز چهارشنبه در موردش صحبت کردم که این کد های شغلی در واقع شامل یه سری کدهایی هست که ما ببینید در کانادا وقتی شما میگه شغل من اینه، میرن شغل شما رو روی کد شغلی نگاه میکنن که بهش میگن NOC یا NOC. خب تو بحث اسکیل ترید میاد میگه یا کد شغلی شما باید با عدد 633 شروع بشه یا با عدد 72 73 یا 82 شروع بشه. اگر این موارد باشه شما تو اسکیل ترید هستی. حالا برای چی این موضوع رو دارم مطرح میکنم؟ یادتونه گفتم شما با ورک پرمیت میتونی تجاری پاشی بیای کانادا؟ بله. میتونه موضوع ترید شما، موضوع بیزینس شما یکی از این مشاغل باشه. یعنی بیزینسی را بندازی که موضوعش این باشه. آره. وقتی شما وارد کانادا شدی، برای اینکه پی آر بگیری دو تا حالت به وجود میاد. حالت یک اینه که شما یه جاب آفری داشته باشی، خب از شرکت، نه از شرکت خودت، از شرکت دیگه ای،
ولی تو شاخه هایی که در واقع کار کردی که بتونی پیار شی. اینا دارن مرحله بعد از ورک پرمیت رو میگن، مرحله بین ورک پرمیت به پیار رسیدن. یا آسون ترش، شما اومدی اینجا تو این شاخه های شغلی بری مدرک تو معادل سازی بکنی تو استان. بله. متوجه شدی؟ مثلا شما نونوایی بودی، شیف بودی، نمیدونم تکنیشین بودی، چیزهای مختلف. در این حالت شما میتونی از دولت استانی یک نامینه، یک سرتیفیکیت بگیری که در واقع به شما اونو کالج آف ترید صادر میکنه توی آنتاریو، که با اون با آیلز 5 میتونی تقاضای پی آر کنی تو اکسپرس انتری. شاید به نظرتون یه ذره پیچیده بیاد ظاهر قضیه، ولی واقعا اینجور پیچیده نیست. متوجه هستی؟ واقعیت اینه که شما در نظر بگیر با ویزای کار وارد کانادا شدی، ویزای کار رو داری، به صورت پاره وقت مدارکت رو در هر رشته‌ای که داشتی کار میکردی میاری میدی به سازمان مربوطه معادل سازی میکنه. وقتی اون سازمان مربوطه اینو معادل سازی کرد، با آیلز 5 تقاضای پی آر میکنی. همین. حالا با زمانی که جواب پی آرت نیومده ویزای کارت تمدید میشه. اگه شما حتی 4 سالت هم پر شد تحت شرایطی نتونستی تقاضای ویزای پی آرت به نتیجه برسه، به شما بریجینگ ورک پرمیت میدن. یه ورک پرمیت میدن که شما میتونی اون وسط بین ورک پرمیت و پی آرت باز یه ورک پرمیت دیگه بگیری. متوجه شدین؟ پس بحث اسکیل ترید رو من همیشه تشویق کردم، به خصوص رو اونر آپریتور ها خانومم. کسایی که با ویزای اونر آپریتور میان، معمولا اونر آپریتور ها مال کسایی هستن که جواز کسبی هستن. تو ایران کسایی که جواز کسب دارن از طریق اونر آپریتور میتونن بیان اینجا اگر فعالن. ببینید چیزی هم بهتون میگم، جواز کسب خالی ملاک نیست. جواز کسب داری، داری کارم میکنی، بعد بر اساس اون شما میای اینجا یه ورک پرمیت میگیری، اون ورک پرمیتی گرفتی جواز کسب تو کانادا تبدیل میکنی به جواز کسب کانادایی، تقاضای پی آر میکنی با آیلز 5. 6 ماهه میتونه اتفاق بیفته. اسکیل ترید، بله اسمش اساسی. این پروگرامی که داریم صحبتش میکنیم آنتاریو اکسپرس انتری اسکیل ترید استریم هست، یکی از پروگرام هایی هستش که در آنتاریو هست و الان هم بازه. یه بحث کوچیک خلاصه خانم ملا، اگه بعدا دوباره لازم شد به جلسه یه یورو 20 دقیقه تمدید میکنیم اگر قطع شد، که من این در مورد کارآفرینی استانی هم صحبت شو بکنم. ببینید دلیل این که من دلیل این پروگرام بهتون توضیح میدم باز این نیستش که من معتقدم نامینیشن استانی آنتاریو از ICT یا مورر آپریتوری که من انجام میدم بهتره. دلیل این که این توضیح رو میدم اینه که بدونین من اونم بلدم، میدونم چیه، موکلم دارم روش، ولی باز با این اصاب اون پروگرام ها رو به شما توصیه میکنم. دلیلش رو الان بهتون توضیح میدم چی هست، برای چی این صحبت رو داریم مطرح میکنم. تو بحث مربوط به پروگرام در واقع انترپرنورشیپ یعنی کارآفرینی از استان آنتاریو، یه سری شرط و شروط لازمه قبل از اینکه شما اصلا بتونید واردش بشید. همیشه پشت ذهنتون ماجرای ICT و اونر آپریتور رو هم بذارید. ببینید اون هیچی نمیخواد، این چه چیزایی میخواد. واسه یه پروگرام بسیار قوی هست، پروگرامی هستش خیلی دنبالش هستن، ولی ما اون برگه‌ای که ما رو کردیم از این بهتره. متوجه این؟ بله. خدمتتون عرض شود که شرط اولش بحث بیزینس اکسپریانسه. میگه شما حداقل باید 2 سال توی 4 سال گذشته سابقه بیزینسی داشته باشی تو موضوعی که بیزینس پلن داری ارائه میدی. یه بیزینسی میتونه در قالب مالکیت باشه، در قالب مدیریت باشه. اینی که گفتم، ببینید پروگرام استانی همیشه پوینت بیس سیستمه، یعنی شما بایستی جمع امتیازت به یه عددی برسه تازه استان بیاد بگه که اوکی بیا پاشو بیا تو امتیازت خوبه.
پس یکی از ملاک‌های امتیازگیری شما و شرط و شروط ضروری که لازم هست، یعنی نداشته باشه اصلا نمیتونی توی پروگرام بیای، بحث بیزینس اکسپریانس. حالا یه عده دوست دارن این پروگرام ها رو انجام بدن، چرا؟ شاید مناسب دوستانم باشه. دلیل این که دوست دارن این انجام بدن اینه خانم مانا، شما میای واقعا صاحب بیزینس هستی، خب شرایطت هم خوبه، میخوای بیای در آنتاریو مثلا بری سراغ یه بیزینس پمپ بنزین یا هر بیزینس دیگه، هر چیزی. خب البته میگن باز شرط شروط داره، هر بیزینسی رو نمیتونن این افراد برن، یعنی استان شرط‌های بیزینس اکتیویتی گذاشته. میاد میگه که خب من میام یه ویزای کار بهم میدن، ویزای کار میگیرم، بیزنسم رو راه میندازم، بچه‌م پیار میشم. از این لحاظ برای اون افراد خوبه، ولی برای کسی که بیزینسی میخواد از اول تا آخر راه بره، متوجه شدین؟ و مثل استارتاپ هم نمیخواد با کسی شریک باشه و اینجور داستان، میخواد خودش باشه. بنابراین یکی از چیزهایی که من گذاشتم پست بود بکنم، حالا اگه دوستان میتونن بذارن، ما اعتقاد داریم که به تعداد افراد، هر تعداد آدم هایی که متفاوت هستن، پروگرام های مناسب و متفاوتی براشون وجود داره. متوجه شدین؟ بله. و اینم هم داستانش همین هست. در واقع این رزومه و بکراند من هست که چی هم چی نیستم و اینها، آینش نوشتم، روش های متفاوت مهاجرتی برای متقاضیان متفاوت. در نتیجه این نیستش که همه فیت یه سیستم باشن. دوستان پرسید من تو اکسپرس انتری، اگه تو اسکیل ترید ناکی من اوکی نباشی، خب یه رای دیگه برات پیدا میکنه، به شرط اینکه واقعا ببینیم شدنی باشه. دوستمون نوشتن بحث جاب آفر، جاب آفر دوست عزیز غیر قانونیه. من هزار مرتبه اینو گفتم تو جلسه لایو چهارشنبه، من گفتم یکی از دوستان اینه که به نام آقای ملک پور همچین چیزی هست، ایشون یه مؤسسه حقوقی ساکن اتریش، مثل اینا وبسایتش رو من داشتم نگاه می‌کردم، نوشته بود من جاب آفر انقدر 5% کمیسیون 5% پیش پرداخت بدید، این شغلاست، این شغلا رو ما براتون پیدا می‌کنیم، درآمدش بعداً ازتون می‌گیریم. این چیزی که صحبتش هست صراحتاً کلاهبرداری مهاجرتی از دید اداره مهاجرت، شاید شما شغلی پیدا می‌کنی واقعی باشه، ولی این جور ارنجمنت ها از دید اداره مهاجرت کانادا کلاهبرداری محسوب میشه. متوجه است این که من گفتم مثلا طرف ببخشید خیلی دیگه، این یا اصلا بوغ تو عالم مهاجرتی نیست، چون اگه اون سیاسی بی اس ای ببینه اون میذاره رو اینترپول طرفو، یعنی در این حد جرم دیگه، کلاهبرداری داری شما سیستم نظم مهاجرتی یک کشوری مثل کانادا رو داری زیر سوال میبری با این کار. به هر حال بعضی هستن اصلا تو باغ نیست، اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن، مثلا استارتاپی رو آورده اینجا طرف، پروژه رو براش خریدن، چسبوندن به اون آدمه، بعد برمیگردن میگن خب بیا این پروژه رو به چسبوندیم، شما هم با اینو حفظ کن، برو الاسات بگیر، برو پیاری، خودش کلاهبرداریه باز. بعد طرف اصلا نمیدونه این کلاهبرداریه انگار، یعنی فکر میکنه طبیعیه. این ماجرا جالبه، توی سیستم ایرانی ها خیلی عرف انگار، اینجا وارد که میشن همشون بلا استثنا از دولت پول میگیرن، چه کاسب باشن، چه درآمد داشته باشن، چه نداشته باشن، میگن پول بده، بعد فکر میکنن که حقشونه، یعنی میرن کلیم میکنن پولو میخوان، در حالی که دولت میاد دیگه اگه نداری، اگه مشکل داری، فلان داری، نگه تو پولتو بیای بذاری تو حساب بانکی یا قایم کنی یا بری مثلا تو خونه خودت بشینی، خونه 3 میلیون دلاری نشستی، بعد مایانه هم بیاد دولت کمک خرجی بگیری. متوجه هستی چیزای عجیب و غریب؟ یعنی ما اصلا طرف رفته بودم بانک، خیلی برای من جالب بود، میگفت آقای فارسی هم میزرسن 7 نفر 10 نفر رد شدن نمیرفت، به خاطر این رو باید یه نفر مسئول بانک بتونه صحبت بکنه باجه که فارسی بلد باشه، انگلیسی هم مثلا نمیدونه. بعد برگشت من تو حساب مثلا چه میدونم 60,000 دلار پول دارم، الان این دولت میخواد پول بریزه به حساب من بابت بیکاری یا هر چیزی، این 60,000 دلار رو ببینه بد نیست، میخوام این 60,000 دلار رو بذاره یه جای دیگه. یعنی
عملا داری سر دولت کلا میذاری تو، ولی خود طرف نمیدونه. تو داستانه مهاجرتی هم قضیه اینه، یعنی جاب آفر یه کلاهبرداری، حالا شما خودت نمیدونی، اون افرادی که حالا مثلا تو آفیشیالی تو تلگرام و نمیدونم تو چیزای دیگه میرن رسما میذارن اینکه آقا اینقدر پول بده بگیر برو، خیلی به هر حال چیز عجیب. در صورت بیزینس اکسپریانس شرط اولشه. موضوع دوم بحث داراییتونه، درآمد دارایی خالصتونه، که این دارایی خالص شما اگر شما توی محدوده GTA به کجا میگن، در واقع ریکر تورنتو ایریا، در واقع تورنتوی بزرگ مثل تهران بزرگ چجوری هست، که شامل شهر تورنتو و نورتیورک و می اطرافش اینا میشه، یورک ببخشید، هیل مثلا، میسیساگا، اینا توش هستن. در این صورت شما باید حداقل 800 هزار دلار نت ورث داشته باشید. اگه بیرون اینا برید میشه 400 هزار دلار. آنتاریو استان پک و پهن بزرگیه، نمیدونم اینو میدونید یا نه، ولی خود استان کبک تنهایی 7 برابر وسعت کشور فرانسه است. به تنها خود کشور فرانسه یکی از پهناورترین کشورهای اروپاییه تو قاره اروپا. حالا به هر حال کانادا چیزی که زیاد هست زمینه. خدمت هر شود اختلاف ساعت، شما فکر کن 5 ساعت اختلاف ساعت از این بره با اون بره شده، فکر کن چه شکلی میشه دیگه، چقدر پهناش زیاد. موضوع دیگه ای که وجود داره بحث اینوستمنت هست. تو بحث اینوستمنت میگه که اگر شما میخوای توی این GTA سرمایه گذاری کنی برای بیزینست، سرمایه گذاری برای بیزینس پلنت، بایستی حداقل 600 هزار دلار بیزینس در واقع اینوست بکنی. خب و این پرسونال اینوستمنت، یعنی بیزینس خود، یعنی سرمایه گذاری شخصی باید بکنی، نه سرمایه گذاری شرکتی یا چیز دیگه، وام و اینجور داستان، سرمایه گذاری شخصی. اگر خارج از تورنتو باشه این مینیمم 200 هزار باشه. چیزی که مهم هست اینی که داریم میگیم اینا مینیمم هاست، با این مینیمم ها شما معمولا به جایی نمیرسی، باید بیشتر از این حرکت کنی. خب حالا مطلب خیلی مهمی که وجود داره اینه که در کنار این بحث جاب کریشن هست، شما باید حداقل برای دو نفر کار تمام وقت فول تایم پرمننت ایجاد بکنی برای دوتا کانادایی که پی آر هستن یا سیتیزن هستن، و شرط شروط های دیگه وجود داشته باشه که اون شرط شروط ها رو رعایت بکنی، که اگه همهش اینا اوکی بود، امتیازت اوکی بود و شرط شروط ها کامل بود، اینا شرط شروط های مندتوری رو من بهتون گفتم، کنار این مندتوری چیزای دیگه هم هست مثل زبان مثلا هست، ولی شما تو اون حالت امتیازگیری بحثش، متوجه هستی؟ حالا بحثی که مطرح هست، شما توی سیستم اکسپرس آف اینترست آنتاریو 200 امتیاز وجود داره کلن، 126 تاش مال خودته، 74 تاش مال بیزنس کانسپتته. این 200 امتیاز هر کی به این عدد 200 نزدیکتر باشه استان اونو دعوت میکنه. حالا نکته مهمی که اینجا وجود داره چیه؟ مقایسه بخوایم بکنیم اینو با روش ICT یا اونر آپریتوری که ما انجام میدیم برای اکثریت دوستان. بله. اولا این سیستم پوینت بیس سیستم، شما چجوری میخواید 200 امتیاز رو پر کنید؟ ویزای کاره که من برای شما دارم میگیرم که داری پا میشه میای تو تورنتو، که به نظر یه عده ای ارزشی نداره، اصلا فایده ای نداره اینا، این پروگرام هم تش ویزای کار، این روش OIFP که گفتم، اولش به شما ویزای کار میدن، بعد یه دو سال شرط و شروط هایی رو باید میت بکنی، توی خاک آنتاریو باشی، بیزنس رو ران کنی، حقوق اون دو نفر آدم رو به دو موقع داده باشی و شرط و شروط های دیگه، اون مبلغ 600 هزار دلار رو پر کرده باشی توی اینوستمنت، بیان بهت بگن بفهم و برو پی آر. من عملا دارم به شما راهی رو میگم به شما 600 هزار دلار صرف جویی داری میکنی، متوجه شدین؟ بنابراین اگر شما قرار باشه برید تو پروگرام استانی، صدا ما دارین؟ بله.
بله اگه ادفان من صداش قطع شد گوشیم عوض به من بگی لطفا. تو پروگرامی که ما داریم الان صحبت شو میکنیم، شما قراره بیایی آنتاریو، درست شو؟ بله. توی آنتاریو تورنتو میخوای بیایی برای اینکه شهر اصلی میخوای باشه یا ریچمون هیل، برحال نام یورک ریجن هستن. در این موارد شما طبق قانون برای اینکه ویزای کار رو بگیری بر اساس قانون مهاجرت استانی که یه سیستم روتین هست، بایستی $600,000 مینیموم سرمایه گذاری کرده باشی تو استان آنتاریو. مینیمومه شما رو به اون عدد 200 امتیاز نزدیک نمی کنه. مینیمومه جا کار شما رو به جایی نمی رسونه. باید بری روی $1,000,000 و بتونی اون اپرووال بگیری که بهت ورک پرمیت بدن. خب پس ما اومدیم یه روشی رو به شما ارائه دادیم. اولا پوینت بیس سیستم نیست، شما رو با کسی مقایسه نمی کنه. شما تو سیستم اکسپرس آف اینترست پولی قرار نمی گیری که حالا بگر شرایط شما با اون یکی اون یکی بهتره اون بیاد. این از این. موضوع دوم، شما سرمایه گذاری نمی کنی تو استان. صحبتی که الان از $1,000,000، شما چند نفر از بچه‌ای که تو لایف هستن امروز یا روز چهارشنبه من لایف بودن پول اکسسبل، یعنی دسترسی دارن به $1,000,000 نفر که بتونن پاشن بیان کانادا تو این پروگرام ها؟ هیچی. شاید دو نفر، شاید یه نفر. $1,000,000 نقدی که بتونی بکشی بیاری اینجا کار ساده نیست تو روش های تجاری بیزینسی، به خصوص با وضع دلاری که تو ایران هست. در نتیجه چیزی که هست، من دارم بهتون میگم شما روش ICT یا اونر آپریتور مثل لاتاریه برای شما. یعنی شما مثلا میای $74,000 خرج میکنی که من هم ورک پرمیت میده میگیرم، هم دنبال پیارت میرم، اگرم کسی اومد گفتش که بالای چش دبروه میبرمش دادگاه فدرال که بگم اشتباه داری میکنی، نمیتونی به موکل من بگی بده، و زودم داری میای. این پروگرام یه سال و نیمه است، یعنی ویزای کاره اول تمام این مراحل. الان ما یک کلاینتی داریم تو PI پرینس ادوارد آیلند، بنده خدا یک سال و نیم دو سال موکل منه. تازه دیروز نامه اینترویوش اومد که بله فایلت اکسپت شده، بیا اینترویوشو که بهت ویزای کار بدیم. حالا هزار تا داستانم بوده، تازه سرمایه گذاری هم باید بکنه و غیره و غیره. منتها چیزی که وجود داره، این چیزی که هست، من دقیقا بهتون میگم پروگرام C11 C12 دوتاشون که مثل طلا هستن. یعنی به نظر من انقدر اینا پروگرام های با ارزشی هستن برای کسی که اهل مهاجرت هست و داستان مهاجرت رو جدی داره میگیره. امروز شما واجد شرایطش نیستی دوست عزیز، من به شما پلن میدم، یه سال با شما پلنتون اجرا میکنیم، بعد یه سال برای تقاضا میکنم برای PR، برای ورک پرمیت رو همین پروگرام ها. یه سال شما باید یه سال با ما همکاری بکنی. اگه امروز هم واجد شرایطش نیستی، من بر اساس پلن میکشونم به سمتی که اجراش بتونی بکنی. خیلی هم موکلا هستن که میان شرایطش ندارن از روز اول، ما باشون کار رو دنبال میکنیم 6 ماه 7 ماه 8 ماه تا پروندهشون اوکی بشه، قوی شه، اون چیزی که اداره مهاجرت میخواد باشه، بعد اپلای میکنیم و کارشون اوکی میشه. بنابراین مهم نیست امروز واجد شرایط نیستی، میتونیم پلن کنیم که بشی. فقط نکته ای که هست اینی که باید گوش شنوا داشته باشی و حوصله. و عملا هم کسی که میان امروز با ما قرارداد میبندن، مطمئن باشن اگر یک سال دیگه بیارن این قرارداد رو ببندن، دلاره اگر الان شاید براتون مسخره باشه 20,000 تومنه، سال دیگه همین موقع شده 35,000 تومن. چرا؟ برای اینکه چیز استانداردیه که داره میره جلو. یعنی توی ایران روتین شده سالیانه 40-50% یا بیشتر افزایش نرخ دلار. پس به نفعتون هست، قرارداد میبندیم با یه نرخ پایین‌تر، میری جلو، پلن دارید بر اساسش. در واقع از مجموعه من فارغ التحصیل میشی شما یه جورایی این بار. یعنی میایی ما به آموزش میدیم راهش و پر پروگرام رو میگیم، بل کن میرسیم به نجه. ما موکلی داشتیم روزی که با ما برو شروع به کار کرد،
واقعا هیچی نداشت به جز یه علامت تجاری برای بیزینسش، هیچی دیگه نداشت تو مدارکش. یا یکی بود فقط جواز کسب داشت. بعد 8 ماه 9 ماه هر چیزی که ما خواستیم و زحمت کشید رفت دنبالش گرفت، بهش راه دادیم، انجام داد، امروز مشخص شد. شما اگر از روش عادی بخوای بیای به پروگرام استانی یا هر روش دیگه بری، به هر حال 2 سال 3 سال تخت گرفته میشه. به جای اینکه این کارو بکنی، بیا این روش رو برات پیاده میکنیم، بهت پلن میدیم، تو پلن میری حرکت میکنی، کار اشتباه غلط و غلوط هم انجام نمیدی از اول. یعنی خیلی از موکلای ما میان امروز اومدن با ما موکل ما شدن، قرارداد دارن، بعد نگاه میکنی میبینی ای چرا با اونجا نمیخوره. اگه شما از روز اول بدونی چی درسته چی غلطه، از الان پلن میکنی. از اینا هم بر اساس پیشرفت پرونده است. نگران این نباشین که شما هزینه هاتون چرا من باید اینقدر مثلا پرداخت کنم. بر اساس پیشرفت پرونده باهاتون در واقع کارتون رو جلو میبرید. صدای منو داری؟ بله صداتون کامل بازه. خب پس داستانی که در واقع ما داشتیم تو بحث کارآفرینی آنتاریو، عملا گفتی آقا برو دنبال کار خودت، درد ما نمیخوری. خدا وجه هستی؟ مگر اینکه واقعا بخوای دنبال این قضیه، در حقیقت دنبال این باشی که بیزینس واقعی با یه مبلغ سرمایه واقعی بیاری توی کانادا. ایرانی ها هیچ وقت دنبال سرمایه گذاری واقعی، بیزینس واقعی نیستن همیشه، مگر اینکه خیلی استثنا پیش بیاد. کاری هم که ما داریم بهتون میگیم، ما نمیگیم که کار، ما بهتون میگیم کار غیر واقعی بکنه، میگیم نه، شما یه بیزینس پلان میدی، شد شد، نشد نشد، تاثیر منفی رو پرونده پیارت نمیزنه. و این اصل قضیه است. بنابراین نه که کار خلاف داری میکنی، کار غیر قانونی میکنی، همه چی درست است، و در این حال چیزی از دست نمیدی و چیزی که به دست میاری، ویزای کاری رو به دست میاری، مال حالا استان آنتاریو باشه، مال بی سی باشه، این پروگرامی که صحبت چه میکنه فدراله، دوستان ویزای کار تجاری که من از انجام میدم فدراله، محدودیت استانی وجود نداره، هر جایی از کانادا دلتون بخواد میتونید برید، ما آزاده برید. وقتی اینجا بیزینس رجستر کرده باشی، پس برده تو کانادا اومدی، ترددت به امریکا و غیره هم اوکی راحت تره، چون صاحب بیزینس هستی، تکلیفت مشخصه، استانداردت بالاست، نمیدونم اعتبارات بانکی خوب میتونی بگیری، هزار تا حسن دیگه هم برات داره. در صورت این پروگرام در مقایسه با یه پروگرام دیگه ای که در استان هست، 1,000,000 دلار ارزشش هست و ملاک ارزش گذاری هم که داریم میکنیم پروگرام استانی. در مورد بی سی پی ام پی بعدا در موردش صحبت میکنیم، ولی اونم مثل همینه، شبیه همه همشون. در نتیجه شما از طریق ویزای کاری که ما داریم صحبت میکنیم، 1 زمان صرف جویی میکنیم، 2 از لحاظ هزینه‌ای و مسئولیتی داری صرفه جویی آنچنانی میکنی، 3 پروسه اقامت دائمت ربطی به بحث ویزای موفقیت یا در موفقیت بیزینست نداره، یعنی بیزینس اینجا منفی باشه، درآمد نداشته باشه، هیچ تأثیری نمیذاره رو پرونده پیاره. چرا؟ برای اینکه پرونده پیاره تو روش تخصصی داره اپلای میشه. من در خدمتتون هستم، ولی اگر سوالی هست دوستان، تمام لایف های ما ذخیره میشه، نگران ذخیره. خواهش میکنم اینو بچه ها روی شبکه تلگرام بذارن، سابسکرایب کنید تلگرام ما رو، اونجا هم میتونید سوالاتتون رو بنویسید. یکی از دوستانی که در واقع تو بخش کاستومر و بخش سیلز هستش تو تلگرام اونجا هست، فرمای ارزیابی رو براتون میتونه بفرسته، اونجا هم سوالاتتون رو میتونه جواب بده به صورت لایو. به هر حال کارهای مختلفی میشه کرد تو بخش روی اون با سابسکرپشن شما روی پروگرام، در واقع روی کانال تلگرام ما. کانال تلگرام ما هم بیشتر موضوعش اطلاع رسانی و اخبارهایی هستش که قوانین مهاجرت کانادا رو میخواد صحبت بکنه.
در خدمتتون میشه. آیا در روش سر ویزای سرمایه گذاری حتما باعث شغل و کارمند میشه؟ من نمیدونم چقدر از لایو رو دیدی دوست عزیز، فکر کنم برگردی از اول نگاه کنی. ما اصلا بحث سرمایه گذاری مطرح نکردیم. ویزای کارآفرینی بوده، مربوط به استان آنتاریو بوده. تو کارآفرینی استان آنتاریو اگر بخوای کار انجام بدی سرمایه گذاری بایستی باشه. گفتم مبلغش چقدر هست، دو تا شغلم باید ایجاد کرده باشی، ولی ما گفتیم ما روش بهتری رو براتون داریم. با اون روش شرایطتون خیلی مثبت‌تر و بهتر هست. آقای یزدانی لطفاً میشه بگید که امکانش هست مدرک زبان را اونجا دوره بگذرونیم برای تحصیل جای آیلز؟ منظورتون اگه ویزای تحصیلی هست، تحصیلی از ویزا منظور من نمیدونم، اگه میخواییم ویزای تحصیلی بگیریم بله شما میتونید اینجا پیش نیاز زبان بگذرونیم، ولی امکان موفقیت پروندت یه ذره ضعیف میکنه، یه ذره، نه اینکه قطعا ضعیف میشه. و چیزی که من به تو توصیه میکنم، ولی اگر بحث مربوط به ویزای کار این مسائل هستش که هیچی اونها افراد دوستان میان اینجا میرن امتحان سلپیپ رو میدن. سلپیپ مربوط به تستی زبان انگلیسی اداره مهاجرت کانادا است و آسان‌تر از آیلتس زبان است که توی کانادا این دوستان میدن. آقای یزدانی، خانم شوبره پرسیدن که آیا بیزنس پلنی که نوشته میشه باید بر حسب مدرک تحصیلیمون باشه یا تجربه کاری اگر مرتبط نباشه؟ یه لحظه بشه خدمت رو من شما عوض کنم. باشه. صدامو دارین؟ بله. خدمتون عرض شود که من نمیتونم دوست عزیز کلی این مسئله رو به شما بگم، ولی بحث مطلبی که وجود داره، اصولا شما وقتی بیزنس پلن ارائه میدی مدرک تحصیلیت یه چیزیه که علنی یه چیزی براش داری، در حالی که بیزنس پلن یه چیزیه که پلنشو داری مینویسی. متوجه ای؟ در حتی چیزی که هست بین تجربه کاری و بیزینسی و مدرک تحصیلی قاعدتاً بایستی سابقه تحصیل، سابقه کارت با تحصیل منطبق باشه، درست شد؟ ولی اگر منطبق نیست بایستی تأکیدتو بندازی رو بحث بیزینست، بحث تحصیلت تا بیزینست، و یه جوری توجیه بکنی که این تو همین شاخه به نوعی داری کار میکنی، ولی کلیتش یه ذره پیچیده تر است. من توصیه میکنم اگه واقعا موکل ما هستید یا شاید ما بیزنس پلن مسائل خودمون تکر میکنیم، ما انجامش میدیم در توسط متخصصیم و تمام این موارد رو سعی میکنیم راحت رعایت بکنیم. چطور اگر بیزنس موفق هم بازم جرن آب این به قول معروف عصای جادویی افشین یزدانی هست، میگفت یه نفر میگفت ایرانی ها همیشه دوست دارن یه نفر جادو بکنه اون وسط، ما هم وسط داریم جادو میکنیم. داستان جادوش هم اینطوریه که شما با بیزنس ویزای کار میگیری ولی با تجربه کار توی کانادا اقامت دائم میگیری. برای تجربه کار مهم نیست بیزینست موفق باشه یا نه، شما میتونی کارمند یه شرکت ورشکسته باشه، مهم نیست، کارمند بودی، سابقه کار داری، در اصل تأثیری نمیذاره رو پرونده اقامتت. این برخلاف پروگرام های کارآفرینی استانی هست. در پروگرام های کارآفرینی استانی این داستان وجود نداره. اگه بیزینس موفق نباشه ویزای کار تمدید نمیشه. آقای یزدانی اتفاق دیگه ای که می افتاد بله سلام رو دارید؟ سلام رو دارید؟ بله در این حال اقامت دائمیتون هم دوچار مشکل میشه. در خدمت بریم سوال بعدی. تو
توی روش ویزای کار که توضیح دادید مربوط به سرپرست است یا کل خانواده هم شامل؟ مین اپلیکنت، بحثی که ما صحبتشو داریم میکنیم، نفر اصلی خانواده، مین اپلیکنت ویزای کار میگیره، همسرش باز ویزای کار میگیره که همسرش اوپن ورک پرمیت میگیره، اعضای خانوادهش هم به عنوان همراه ورکر ویزا میگیرن و میان کانادا، بنابراین شامل کل خانواده میشه. برای کسی که برنامه اونر آپریتور بیاد و آیلز جنرال 6.5 داشته باشه بتونیم PR بشیم بعد از 2 سال چه شد و بتونیم PR بشیم بعد از 2 سال برای ادامه تحصیل، بازم بایستی آیلز بقیش من آیلز آکادمیک منظورشون بگیریم. آیلز آکادمیک بگیریم چرا باید بگیره؟ برای چی باید ادامه تحصیل بده؟ من متوجه نمیشم. شما اگر ویزای کار گرفتی بعد میخوای PR شی، بعد که PR شدی به عنوان کانادین پرمننت رزیدنت میتونی بری دانشگاه درس بخونی، دانشگاه شروط ادمیشنش هیچ ربطی به ویزا نداره. یعنی اگه دانشگاه از شما آیلتس آکادمی که 8 میخواد باید بری 8 ارائه بدی، کاری به داستان ویزا نداره. ولی شما مقطعی که ویزا اقامت دائم داری تو کانادا دیگه بحث ویزا موضوعش منتفیه، بنابراین دیگه ویزای تحصیلی تو مقطع نیازی نیست که وارد بگیری. تمکن مالی برای ویزای کار لازم هست؟ بله، ویزای تجاری هست دیگه. در واقع شما یه بیزنس پلن ارائه میدی، تو این بیزنس پلن اشاره میکنی که من میخوام بیام همچه بیزنسی رو ران کنم، به طور مثال $200,000 بودجه دارم و این بودجه هم تو قالب ملک و حسابای بانکیم هست به طور مثال. بنابراین تو بیزنس پلنتون عددش مشخص میشه بر اساس نوع بیزنس چقدر بودجه باید نشون بدی که دار. آیا برای بازنشستگان هم میشه در رابطه با این کاری کرد؟ بازنشسته ها ببینید، من معمولا به یه ذره شرایطشون سخته، ولی باعث نگاه بکنیم این اسناد و مدارک بازنشستگیتون اگر ارائه بکنید به اداره مهاجرت، عملا میشه یه آدم بازنشسته که میخواد برگرده سر کار، یه ذره شرایط سخت میشه. در نتیجه شما میتونید اون بخشش رو اشاره نکنید. یه سری هم افراد هستن که بازنشسته شغلی هستن ولی بعد شدن صاحب بیزینس خودشون. تو ایران به خصوص این قضیه خیلی بابه، مثلا تا طرف تا 45 سالگی کار کرده برای دولت، 25 سال 30 سال بار کارش رو حالا یا کمتر رو پر کرده، بعد از اون میخواد بره دنبال کسب و کار خودش و رفته، بنابراین قابل توجیه هست. پرسیدن که اگر پرونده تحصیلی ما در مقطع دکترا ریجکت بشه آیا تاثیر منفی در ویزای کار فدرال خواهد داشت یا خیر؟ یه بار دیگه سوال کنیم ببخشید نکنم. خواهش میکنم. اگر پرونده تحصیلی ما در مقطع دکترا ریجکت شده باشه تاثیر منفی در ویزای کار فدرال خواهد گذاشت یا خیر؟ تأثیر منفی که 100% میذاره، منتها داستانی که از ما تونستیم نتیجه بگیریم. ما دوستی داشتیم که مثلا ویزا داشته، ویزای رفیوزال، 2-3 تا رفیوزال داشته ولی باز بهش ویزای کار گرفته و داره میاد و از همین روشی که گفتیم. خیلی تأثیر 100% نمیگیم این اگه بود نمیشه، ما انجام دادیم، ولی خب پروندهش باید یه سری شروطش رو بیشتر توضیح بده که چی از چی نیست. پروسه زمانی شما ولی به یک بار دیگه بفرمایید، خیلی سوال پرسیدن، بگین ممنونم. پروسه زمانی شما، پروسه زمانی کار ویزای کاری که ما صحبت چه می‌کنیم، معمولا 4-5 ماه پروسه آماده کردن مدارک هست، مدارکتون معمولا مشکل داره و یکی دو ماه هم پروسه رسیدگیش اصولا در اداره مهاجرت هست. بنابراین اصل وقتی که از ما میگیره آماده نبودن مدارک شماست. اون مدارک شامل مدارک بیزینسی، مدارک شغلی، مدارک تحصیلی، مدارک مالی، ارزیابی ها و غیره و غیره. یه چیز دیگه ای رو من بهتون بگم دوستان، ویزای کارهایی که رو کاتگوری های IMP هستن، یعنی International Mobility Program،
که اینا LMI exempted هستن، اصولا اینا هیچ کدوم IELTS نمیخوان. یعنی فقط داستان این روش ویزای کار نیست، همشون یه شرط کلیش هست. نوشته ویزای کار نیاز به مدرک IELTS نداره، برای اینکه نداره دیگه. من باید بیام برای شما فلسفه بگیرم که چرا نداره، قانون میگه نمیخواد نمیخواد. قربان شما، خوشحال شدم در خدمتتون هستم. من باز تاکید میکنم ببینید جلساتی که ما صحبت شو داریم میکنیم بیشتر محوریتش اینه که اگه ویزای کار گرفتی بقیهش چیه، و ویزای کاری که ما داریم صحبت میکنیم روشای تجاری چقدر مفید هست در مقایسه با ویزای کارهایی که از طریق کارآفرینی استانی داره در میاد، که چقدر از لحاظ زمانی، از لحاظ سرمایه‌ای و از هر لحاظی مفیدتر هست و شما رو جلو میندازه. در خدمتتون هستم، خوشحال شدم. انشالله که شما آخر هفته خوبی داشته باشی و دوستانمون هم روز جمعه خوبی، شب جمعه خوبی داشته باشن. خیلی ممنون، مرسی جناب. قربان شما، خوشحال شدم. در خدمتتون، خداحافظ شما. خدا دوستان و همراهان عزیز، اگر سوالتون به من پاسخ کن، من ازتون درخواست میکنم بار دیگه این لایو رو تماشا بکنید، بخاطر این خیلی از سوالاتتون در اول لایو پاسخ داده شده بود و من مطرح نکردم. اگر با سوالی مونده که میخواین بپرسید، میتونید با شماره واتساپ ما 201-647-285-7720 در تماس باشید، میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید، فرم ارزیابی رو تکمیل بکنید برای رسیدگی به وضعیتی که دارید. خیلی هم ممنون، امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شروع هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. مراقب خودتون باشید، سلامت باشید، خدا نگهدار. وکیل و همراه مهاجرتی و تجاری شما از ایران تا کانادا. وی ال جی